روز جهانی زن امسال برای زنان در ایران و افغانستان و حتی زنان منطقه متفاوت‌تر از سال‌های قبل است. خیزش ژینا با شعار محوری زن، زندگی آزادی و نقش محوری زنان در این قیام و تأثیرات آن نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مجاور بسیار چشمگیر بوده است. در این میان حملات شیمیایی به مدارس عمدتاً دخترانه همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر اپوزیسیون راست که به طور تاریخی ربطی به آن ندارد تلاش دارد که با جلب حمایت آمریکایی و اروپایی خود را به این جنبش تحمیل کند. این در حالی است که آمریکا در افغانستان رسالت خیانتبار و شرم آوری را به ویژه در خصوص زنان بر جا گذاشته است. در آستانه 8 مارس با فریدا، فراز و فروغ آزادمنش از فعالین سازمان زنان 8 مارس ایران افغانستان گفتگو کردیم و ابتدا ضمن تشکر از گفتگو با صدای نو در سیدنی و تبریک روز جهانی زن از فریدا فراز سوال کردیم قیام ژینا چگونه این مناسبت را شکل داد. ممنونم از شما که منو دعوت کردین به این گفتگو و با درود به شما و شنوندگان این برنامه. 8 مارس روز پیکار جهانی، روز شورش و اتحاد، روز سفارایی و همبستگی جنبش زنان علیه هر گونه ستم و تبعیض جنسیتی رو به شما و شنوندگان این برنامه تبریک میگم و درود میفرستم به تمام زنان مبارزی که در هر گوشه ای از این جهان آگاهانه و دستورانه علیه موقعیت فرودستشون و هر گونه بی‌عدالتی و نابرابری در تمام عرصه‌های مبارزاتی از خونه گرفته تا در جامعه طغیان کردن و صدای اعتراضات به حقشون رو به گوش مردم جهان رسوندن تبریک میگم. همچنین از این فرصت استفاده میکنم و درود میفرستم به زنان زندانی سیاسی که در زندانهای محبوب رژیم‌های زنستیز جمهوری اسلامی و طالبان در زندانها اسیر هستن، اما با اینکه در بدترین شرایط ممکن زیر شکنجه ها و اعترافگیری های اجباری و محدودیت های بیشماری به سر میبرن، اما شاهد هستیم که در درون زندان هم زنان زندانی سیاسی با اراده قوی تر و بی‌پرواتر مبارزه مقاومت میکنن و از جنایات درون زندان افشاگری میکنن و اینکه پیام های الهام بخشی به بیرون منتقل میکنن. همچنین درود میفرستم به مردانی که آگاهانه برای رهایی زنان و کل جامعه از هر گونه ستم جنسی و جنسیتی در کنار زنان مبارزه میکنن تبریک بگم. به نظرم نکته که وسائل مهمی که مطرح کردید، با توجه به وقت محدودی که داریم تلاش میکنم در حد ممکن پاسخگو سوال شما باشم و مسلماً نیاز به بحثای کامل و مفصل تری رو داره. صحبتم رو با این جمله میتونم شروع کنم که تا ستم هست مقاومت و مبارزه ادامه داشته و خواهد داشت و معیار آزادی هر جامعه میزان آزادی زنان اون جامعه هستش و همونطور که میدونید ستم و خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی و ستم طبقاتی ملیت و مرز نمیشناسه. به همین نسبت هم مبارزات زنان هم مرز و ملیت نمیشناسه و زنان در سراسر جهان که اولین قربانیان نابرابری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سنتی و حتی مذهبی هستند، میبینیم که در تاریخ مبارزاتی زنان چگونه با تمام فراز و نشیب ها و موانع پیش روشون در شرایط ناعادلانه ای همواره بر علیه اشکال خشونت و تبعیض جنسیتی و سایر ستم ها مبارزه کردن. اما اگه بخوام به موضوعی که سوالی که مطرح کردی بپردازم، خوبه که یک کوتاه به یک سری از شرایطی که در ایران و افغانستان هستش و شباهت هایی که به هر حال این زنان در ایران و افغانستان دارن بپردازم که بتونم به سوال شما شاید در بحثی که میکنم پاسخگو باشه. اما در ایران و افغانستان تحت نفوذ این رژیم های جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی طالبان که دست پرورده امپریالیست ها و مرتجعین منطقه هستند، خب زنان با اشکال خشونت افسار گسیخته و سازمان یافته دولتی به طور وحشیانه تری روبرو هستند و وجه مشترک زنان در ایران و افغانستان با تحمیل حجاب اجباری و پوشش اجباری برقع است که رژیم‌های مرتجع و فاشیست حاکم در این کشورها برای تثبیت حکومتشون و
برافراشتن پرچم ایدئولوژیکی و برقراری حکومت اسلامیشون در هر دوره شاهد هستیم که در اشکال گوناگون با سرکوب و تهدید به زنان تحمیل کردند و مسلما زنان هم در مبارزات پیگیرانه و مقابله با این رژیم های مرتجع و تن ندادن به حجاب اجباری و برقه و سایر اشکال ستم بر زن تمام قد ایستادن و دست از مبارزه بر نداشتن و مسلما این مبارزات زنان پایه های این حکومت های جنایتکار رو به لرزه در آورد و صدای اعتراض زنان رو که برای تغییر و موقعیت فرودست و اسارت بارشون در سطح جهان چشمگیر تر شده در شرایط کنونی. و جمهوری اسلامی و طالبان هم از همون ابتدای قدرت گیریشون که برای تضمین حجاب اجباری و پوشش اجباری برقه و برای تحکیم کردن قوانین متکی بر شریعت اسلامی نیروهای پلیس مخصوص رو برای سرکوب و کنترل بیشتر زنان در کوچه و خیابون و مدرسه و دانشگاه و هر جایی که امکان پذیر بود گماشتن که این مسئله در جهان بی سابقه بوده و هست و مسلما با جداسازی جنسیتی برای کنترل بیشتر زنان فضای نفس کشیدن از زنان رو گرفتن و هدفشون هم این بود که و هست که با اشاعه و حفظ فرهنگ اسلامی و ضد زن نسل اسلامی رو پرورش بدن. ولی ما دیدیم که امروز نسلی که امروز در از درون خونه مدارس دانشگاه و خیابون ها اومدن و در مقابل سنت های زن ستیزانه و شریعت اسلامی و حکومت های جمهوری اسلامی و طالبان ایستادن و میخوام این رو به این نقطه تاکید کنم که فاز نوین مبارزاتی که الان ما شاهدش هستیم، این فاز نوین مبارزات زنان 43 سال پیش در 8 مارس 1357 علیه رژیم جنایتکار و ضد زن جمهوری اسلامی با نگفتن به فرمان ارتجاعی خمینی برای تحمیل حجاب اجباری آغاز شد و زنان آگاهانه در خیابونها پرچم مبارزاتی خودشون رو برافراشتن و با صدای رسا اعلام کردن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم و این شعار تاریخی بود که تا به امروز هم این به قوت خودش باقی هست و پایه های حاکمیت رژیم تا به دندان مسلح به ایدئولوژی اسلامی رو به لرزه در آوردن و مسلماً این پرچم مبارزاتی در تمامی این سالها نسل به نسل در دستان پرقدرت زنان آگاه مبارز تا به امروز به اهتزاز در اومده و این پرچم مبارزاتی هرگز فروکش نکرد و با تمام افتخیزها این مبارزه سرسختانه ادامه داره و مسلماً با استاب ادامه سرکشی های آگاهانه زنان و عبور از خط قرمز های تعیین شده با مشروعیت نبخشیدن به پرچم ایدئولوژی جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی در خیزش 88 برای مثال با عدم رعایت حجاب اجباری بار دیگه پایه های حکومت اسلامی رو به لرزه در آوردن و زنان به اشکال گوناگون مبارزه خودشون از خیابون و حتی در درون زندان ها در جا به جای ایران به قولی علیه عرصه های ستم جنسیتی به شکل آگاهانه حالا یا به شکل خود به خودی و یا به طور جمعی و فردی ادامه دارن و بار دیگه آتش فشان شعله های خشم زنان رو در خیزش دیماه 96 با برداشتن حجاب توسط ویدا موحد بر بالای سکوی پرش مبارزاتی شاهد بودیم که در ادامه اون باز هم توسط سایر زنان و حتی به طور سمبولیک از طرف برخی مردان جوان نه به شکل یواشکی آزادی یواشکی بلکه به طور علنی فرمان حجاب اجباری خمینی رو به دست خودشون در خیابون لغو کردن و به پرچم ایدئولوژی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ضربه مهلکی زدن که همچنان ادامه داره و امسال در شرایطی ما به پیشواز روز جهانی زن میریم که بعد از گذشت بیش از 5 ماه زنان با مبارزات شورانگیز خودشون ناممکنها را در ایران ممکن ساختن. زنان به ویژه زنان جوان در خیزش انقلابی 1401 با حضور پرصلابت و پرشور خودشون در مبارزات سراسر کشور با شعارهای کوبنده تر علیه رژیم و با به آتش کشیدن حجاب اسلامی و اجباری هم نقش پیشتازی مبارزه خودشون رو به عهده گرفتن و هم خیابونها رو تصویر کردن. زنان خیابونهایی رو که جمهوری اسلامی طی
43 سال گذشته با بکارگیری قوانین ضد زن و نیروهای سرکوبگر تلاش کرد از وجود زنان خالی کنن رو پس گرفتن و با به نمایش گذاشتن قدرت خودشون شکل تازه‌ای به این جنبش مبارزات بخشیدن. و این مبارزات خیابانی نه تنها سلطه و قدر قدرتی جمهوری اسلامی پدر سالار رو به مساف طلبیدن که حتی به سلطه مرد بر زن هم ضربه زده شد و در حقیقت خیابان برای زنان به مکانی مبارزاتی برای نشانه رفتن ارزش ها و معیارهای زن ستیزانه جمهوری اسلامی و بازتاب اون در اجتماع و خانواده هم بدل شده و ما نقش خانواده ها در حمایت از فرزندان و مبارزات خیابانی جوان ها رو مشاهده هستیم. نقش پیشگام زنان در این خیزش و تحول بزرگی رو که در جامعه به وجود آوردن و تونسته بر محتوا و دورنمای انقلابی هم تاثیرات عمیقی داشته باشه. مسلما پیشتازان خیزش انقلابی 1401 که با رقص و پایکوبی علیه حجاب اجباری نماد حکومت اسلامی را از سر برداشتن و اون رو به آتش کشیدن و این چنین به روابط قدرت پدر و مردسالارانه حاکم ضربه زدن، مبارزه با شکوه و تاثیرگذاری رو که تبلور اون رو باز این بار در شعارها و شعار زن زندگی آزادی که نه تنها در میان مردم ایران و زنان در ایران که در اکثر کشورهای دام بخصوص در میان زنان مبارز و حتی هنرمندان مترقی هم خونده و فریاد زده شد. اگه اجازه بدیم من نزد خانم فروغ آزادمنش برم. خانم آزادمنش، این خیزش ژینا در ایران که یکی از محورهای اصلی اون زن بود و خانم فراز نیز به تفصیل به اون اشاره کرد، چه تأثیری بر مبارزات زنان در افغانستان داشت؟ تشکر از این که به من اجازه دادن از این فرصت استفاده کنم و در مورد زنای افغانستان و مبارزات زنان در افغانستان در این سالهای اخیر اشاره کنم. اولا درود میفرستم به شما و تمام شنوندگانشان و با استفاده از فرصت روز جهانی زن 8 مارچ رو روز همبستگی جهانی زنان تبریک میگم به تمام زنان مبارز جهان و مخصوصا زنان ایران و افغانستان، زنانی که در بدترین شرایط برای حقوقشان مبارزه میکنند. در مورد سوالی که شما پرسیدین، اما رقم که رفیق ما فریدا جان اشاره کرد، مخصوصا تاثیر قیام ژینا یا زن زندگی آزادی در ایران در سال اخیر تاثیر بسیار عمیق و تاثیر بسیار خوبی روی مبارزات زنان در افغانستان گذاشته، چون به چند دلیل. اول قیام ژینا یا زن زندگی آزادی در ایران دقیق زمانی شروع شد که چند مدت پیش طالبا با معامله امپریالیست آمریکا تمام سرنوشت زنان افغانستان رو به دست گرفتن و کم کم شروع کردن با حذف زنان، که امروز ما میبینیم که به صورت کامل و به صورت کامل زنان حذف شده از اجتماع و از جامعه. قیام زنان یعنی زنان مبارز افغانستان با آمدن طالبا دست به اعتراض زدن، مبارزه شروع کردن. اما قیام ژینا در ایران باعث شد به زنای افغانستان، چون ما افغانستان و ایران از چندین لحاظ مشترکات با هم دارن، مشترکات لسانی، مشترکات فرهنگی و همچنان اشتراک یا مشترکات که با او اضافه شد رژیم اسلامی مثل طالبان، که دقیق رژیم طالبان جمهوری اسلامی ایرانی، ایران برخوردش بدتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران با زنها است و می باشد. قیام زنها در مقابل رژیم دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی ایران باعث شد زنهای افغانستان روحیه بگیرن و هر روز ما شاهد مبارزات بیشتری زنها در افغانستان شدیم و هر روز پیامایی که زنهای افغانستان، بیشترین زنهایی که مبارزه میکردن، از قیام ژینا یا زن زندگی آزادی در ایران پشتبانی کردن، دفاع کردن و یعنی چندین بار اونا اعتراف کردن که ما سرنوشت مشترک داریم و باید مبارزه کنیم. و از طرف دیگر که یکی روحیه داد و یکی
زنای افغانستان و زنان ایران هر دو با دیکتاتوری با رژیم دیکتاتوری اسلامی یا ایدئولوژی اسلامی سرکار دارن و گرفتار شدن و باعث شدن که هر دو از همدیگر الگو بگیرن و از همدیگر روحیه بگیرن، اما رقم که هر دو رژیم در این روزا ما میبینیم که الگو برداری میکنن. طالبا از زمان قدرت گیریشان یا از زمان معامله با امپریالیست امریکا وقتی در افغانستان آمدن و قدرت گرفتن، از اون زمان تا هنوز زنا را در حذف در صورت حذف کامل زنا از اجتماع و از جامعه هستند. امروز دقیق ما ایران میبینیم که چطور با محصلین و دانش آموزان در صورت حذف یا عقبران به خاطر خاموش کردن قیامش اینا زنای دخترانی جوانی دانش آموزان چطور سرکوب میکنن و در مکاتب با چی فجایع روبرو هستن زنای و دختران ایران. خانم آزاد، من شما به حمله شیمیایی یا بیولوژیکی که به مدارس بیشتر دخترانی در ایران اشاره کردین، در سال 2010 حملات مشابهی به مدارس دخترانی در افغانستان نیز انجام شد. بله بله، دقیق یادم است. ما روزایی بود که در چندین مکاتب در مکاتب ولایات شهرهای بزرگ و کابل حملات دقیق امروز که در ایران توسط رژیم صورت میگیره، ما در افغانستان داشتیم که از جمهوری دست نشانده افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان، او زمان تمام توطئه تمام بدنامی را به پای طالبا ختم میکردن و او زمان هم ما همیشه زنای مبارزی که در افغانستان بودن همیشه میگفتن که کار دولت است و این جمهوری اسلامی با این کار خود میخواین به یک نحوی زنا را از جامعه حذف کنن یا بترسانن یا باعث با این کارهایشان باعث شدن تا فامیل اجازه نتن و دخترهایشان به خاطر بدنامی یا به خاطر از استادن اولادشان به مکتب بیاین. بله، ما تجربه یکسان با امروز افغانستان با در زمان جمهوری اسلامی دست، البته جمهوری دست نشانده جمهوری اسلامی افغانستان ما داشتیم. خانم فراز، آیا رژیم زنان رو به قبل از قیام ژینا عقب رانده؟ میدونیم که اعتراضات مقداری در ایران فروکش کرده و این تلاش حملات شیمیایی بیولوژیک که همه انگشت های اتهام به سمت رژیم اشاره رفته و نشانه ها حاکی از اونه که رژیم در اون دست داره، آیا تلاشش برای به عقب راندن این اعتراضات یا تلاشی انتقام گیرانه است؟ مسلماً حکومت های فاشیستی اسلامی زن ستیز هر روز علیه زنان به اشکال مختلف جنایت میکنن و مسلماً تا این رژیم ها هم پابرجا هستن پایانی برای این جنایت ها نیستن و جمهوری اسلامی در طی سالیان حاکمیتش از هر ابزار و هر ترفندی برای ضربه زدن و بیراه بردن جنبش زنان و جنبش های اجتماعی استفاده میکنه و به طور مشخص جنبش زنان و همانند هم نوعای خودش طالبان برای ایجاد ترس و وحشت برای کودکان دختر به خصوص و خانه نشین کردن زنان به این دلیل و برای مانع شدن از حضور خیابانی زنان این گونه قصد داره که از ادامه یابی مبارزاتشون جلوگیری کنه و این بار با حمله ور شدن و استفاده از مواد شیمیایی و مسمومیت دختران دانشجو و به خصوص توی مدارس دخترانه که اونها رو مسموم کنن، چرا که این جمهوری اسلامی و طالبان میدونن که در این هراس هستن و از اینکه از نقش و جایگاه زنان در به زیر کشیدن این حکومت‌های ارتجایی هستن و در هراس از این نیروهای خشمگین زنان، زنانی که در چند ماه گذشته با پیشتازی در خیزش ژینا نشون دادن که بیری نیستن که با این بادها بلرزن و تره‌ای برای جمهوری اسلامی خورد نمی کنن، در حقیقت انتقام از دانشجویان دختر که برداشتن حجاب و به آتش کشیدن حجاب و شعارهای ضد رژیمی که در مدرسه و در خیابون‌ها دادن و اینکه با به زیر پا گذاشتن عکس‌های جلادان خمینی و خامنه‌ای و همطور خوندن سرودهای انقلابی و در خیزش انقلابی اخیر در واقع انتقام از خیزش ژیناست.
و مانع شدن از مبارزات مردم. اما به درستی باید گفت که جمهوری اسلامی کور خونده و پاسخ این جنایت رو با کوتاه نیامدن والدین و بخش دانش آموزان در مقابل مدارس دخترانه و اعتراض در خیابان و با شعارهای مرگ بر رژیم بچه کش و مرگ بر جمهوری اسلامی و دیکتاتور توسط والدین و مردم معترض و همچنین شعارهایی که در 5 ماه گذشته در خیزش انقلابی لرزه بر اندام نظام انداخته، اینطور نیست. جمهوری اسلامی هر بار قصد داشت که مردم رو و مبارزات مردم رو سرکوب کنه، ولی ما میبینیم که مردم خشمگین تر میشن، به خصوص در شرایطی که مردم در شرایط فقر و اقتصاد و شکسته جمهوری اسلامی روبرو هستند و درگیر رفع و رجوع زندگی معمولی خودشون هم نمیتونن باشن. این حملات و این وحشیگری های جمهوری اسلامی نمیتونه مانع از مبارزات خشمگین مردم در جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بشه. خانم فروغ آزاد، من شما در صحبتاتون اشاره کردین به نقش برنامه های امپریالیستی و امپریالیزم آمریکا در افغانستان. آمریکا با ادعای دفاع از حقوق زنان افغانستان به کشور شما لشکرکشی کرد و طالبان رو از قدرت سیاسی به کوههای افغانستان و شهرهای پاکستان پس راند. آمریکا چه نقشی رو در وضعیت کنونی زنان افغانستان ایفا کرد با مذاکراتی که با طالبان داشت و در بازگشت اونها، اگه نگوییم نقش مستقیمی ایفا کرد، سکوت کرد؟ ما بیشتر اشاره کردم که طالبا با معامله امپریالیستان امریکا وارد قدرت شدند در ماه اگست سال 2020. اما رقم طالبا، یعنی همیشه افغانستان مورد معامله امپریالیستان قرار گرفته از زمان وارد شدن امپریالیست شوروی و بعد از او تربیه گروه مجاهدین و بعد خانمانسازی هایی که ما با درگیری های مجاهدین داشتیم، با سرکردگی امپریالیست امریکا و حمایت مستقیم ایران و پاکستان، ما شاهد بدترین وضعیت جنگ های خانه‌ای توسط مجاهدین داشتیم که دوباره گروه طالبا با حمایت مستقیم عربستان و امپریالیست امریکا و پاکستان گروه طالبان روی کار آمد. طالبان 21 سال پیش با 5 سال دوره حکومت کوتاه 5 سالشان بدترین وضعیت سرزنا آوردن و از این فرصت امریکا، رقم شما اشاره کردین، امریکا با استفاده از شعار حقوق بشر و حقوق زن و وارد حقوق اکثریت ها وارد افغانستان شد و طالبان را به کوه ها و صحرا و مثلا به جاهای دور راندن، از بین نبرد. و بعد از او دقیق 3 سال پیش در ماه فوریه امریکا به صورت علنی در قطر شروع به معامله با طالبان کرد. یعنی امریکا به صورت مستقیم 3 سال پیش شروع کرد با معامله و روی طالبان، با ای که مثلا طالبان باید با طالبان صلح شود و مثلا پروژه صلح پیش آورد. و بعد از او در آگست سال 2020 طالبان را به صورت رسمی و مستقیم قدرت را به دست طالبان داد و طالبان وارد کابل شد و ما دوباره دیدیم که سرنوشت زنا یا حقوق زنا و سرنوشت مردم ستم دیده افغانستان، اقلیت ها و تمام مردم فقیر افغانستان برای تا امروز برای امریکا هیچ پشیز نرزیده. و ما تا هنوز، یعنی در 2 سال حکومت رژیم طالبان، رژیمی که گای امپریالیستان میگه ما به رسمیت نمیشناسیم، اما همه روزه ما شاهد کمک های مالی امریکا هستیم که در رسانه ها هم اعلان میشه که امریکا چقدر پول به افغانستان، یعنی در چندین قسط روان کرده در افغانستان. و حمایت از حقوق زن فقط با شعارهایی است که ما طالبان را اجازه نمیدیم، طالبان مچم، یعنی حقوق زنان نباید نقض کنن. یعنی فعلا با طالبان را امریکا امپریالیست جهان حمایت میکنن به صورت غیر علنی، اما مسائل حقوق زن فقط به
به اندازه یک شعار برایشان مهم بوده و شعار بدهم. خانم فریدا فراز، غرب با نگرانی تحولات ایران رو دنبال میکنه و به شدت دنبال ایجاد اپوزیسیون و یا آلترناتیوی است که مورد دلخواه خودش باشه. تا چه حدی میشه به پشتیبانی نسبی غرب از گروه 8 رضا پهلوی در آینده احتمالی ایران با وجود اونا در قدرت برای تضمین حقوق زنان اعتماد کرد؟ واقعیت امینه که ما تجربه تلخ نشستای گوناگون امپریالیستا با نیروهای دست نشانده و راست و اپورتونیست و فرصت طلب، حالا چه تو افغانستان و چه تو ایران، برای نمونه مثلا نشستی که توی کنفرانس گوادلوف داشتن و روی کار اومدن خمینی رو داریم، نشستی که تو دوحه داشتن و روی کار اومدن طالبان رو داریم، و امروز هم در صحنه بین‌المللی ما شاهد هستیم با خیزش انقلابی مردم و مبارزات چشمگیری که مردم دارن و نادیده گرفتن خواسته‌ها و مطالبات مردم، ولی دارن در خارج از کشور اونها هم دست بقولی بی تفاوت نیستن و مسلماً در راستای انقلابی تر شدن و رادیکال تر شدن مبارزات مردم توی اینها ایران، اینها هم میان و برنامه های خودشون رو برای حفظ منافعشون پیش میبرن. من مسلماً همونطور که میدونید جنبش رادیکال زنان هم فقط با قدرت سیاسی و مرسالا در یک کشور روبرو نیستش و جهان کنونی که در اختیار قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری داره هدایت میشه و سازماندهی میشه، سلطه و حاکمیت اونها هم بر متکی به ستم بر زن و ساختارهای مرسالدارانه و زن ستیزانه هستش. و مسلما یک جنبش انقلابی یکی از پایه‌های مبارزاتیش مبارزه با همین نگاه‌های مرسالدارانه و زن ستیزانه حاکم در جهان هستش که از جمله توی ایران و افغانستان. خب بنابراین با توجه به شرایط مبارزاتی و انقلابی در ایران، برای هر شکل از تغییر و به خصوص کنترل انقلاب، حالا یا به طور دخالت مستقیم و غیر مستقیم، برای اونها این ضرورت رو داره که در راستای پیشبرد اهداف خودشون با استفاده از مدعیان رهبری امتیازات ویژه‌ای بدن به این رهبران به اصطلاح مدافع حقوق مردم و به طور مشخص حقوق زنان، که اونها رو به رسمیت بشناسن. و امروز ما میبینیم که با دخیل بستن به سناتورها و پارلمانهای اروپایی که نتیجه دخالتهای اونها رو میبینیم، مثلا توی این جنبش جینا که نمایندگان زن پارلمان موهای خودشون رو میچیدن، ولی میبینیم که با حضور عبداللهیان در پارلمان نمیدونم سوئد بود یا یکی از این کشورها، با حجاب پیشواز اینها میره و نشون میده که اینها هیچ وقت در راستای مبارزات واقعی مردم دخالت نداشتن و حمایت نکردن. و یادمون نرفته که یکی از مهمترین وعده های اشغال افغانستان توسط دولت آمریکا رهایی زنان و مبارزه علیه تروریسم بود و نجات از دست طالبان بود. اما ما بعد از 20 سال جنگ، مردم جهان به درستی به چشم خودشون دیدن که بازگشت دوباره طالبان به قدرت علاوه بر آوارگی میلیون ها انسان، چگونه شاهد افزایش و تشدید خشونت علیه زنان و همچنین شاهد سنگسار و سرکوب و قتل و زنان و مردم توسط طالبان هستیم. و مسلما با توجه به تجربه‌ای که مردم در انقلاب 57 داشتن و با توجه به تصاحب مبارزات مردم در انقلاب 57 در زمانی که رادیکال تر می شد، ما این تجربه رو داریم که این بار هم دارن به یک شکل دیگه برای خودشون آلترناتیو سازی می کنن و تمام این دار و دسته که الان مدعی رهبری ایران شدن و از هر ترفندی استفاده کردن که خودشون رو به جامعه مردم ایران پغنه کنن، ما میبینیم که بازم در بین اونها هم موفق نشدن، چرا که مبارزه در درون ایران به شکل دیگه پیش میره و خواسته ها و مردم توی شعارها و واکنش هایی که نشون میده مسلما در تصمیم گیری های اینها و یا روابط اینها خب برهای تعدادی رو در آب نمک میخوابونن که بتونن با توجه به شرایط ایران اون کسی رو از کوزه در بیارن که به نفع منافع امپریالیستا باشه. و مسلما یک چالش و یک یعنی روابط و مناسباتی که امروز داره صورت میگیره برمیگرده بازم به اون نقش و جوشش مبارزات
آگاهانه مردم درون ایران به طور مشخص که میتونه تعیین کننده باشه و میتونه تاثیرگذار باشه برای پیشبرد مبارزاتی که هستش. و ما یادمون نمیره که در همان زمان، همون زمانی که ما به طور مشخص در سازمان زنان هشت ماز در رابطه با این نیروهای پرو امپریالیستی و نقش قدرت های امپریالیستی در روی کار اومدن دولت خمینی، حکومت جمهوری اسلامی و به قهقرا بردن موقعیت و جایگاه زنان در به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی و اینکه به اصطلاح اینها طالبان رو به رسمیت نمیشناسن، ولی ما اینو میدونیم که به رسمیت شناختن طالبان از همون کنفرانس دوحه انجام گرفت و اینها نمایش ها و بازی هایی هستش که سیاست های امپریالیست ها به پیش میبرن که بتونن با برای کسب منافعشون و اینکه بتونن طالبان رو در اختیار خودشون داشته باشن و غلام حلقه به گوش اونها باشه. خب به هر حال این زد و بند ها رو میکنن، سفت و سخت میگیرن، یه جا شور میگیرن، یه جا سخت میگیرن که بتونن طالبان رو در راستای اهداف خودشون پیش ببرن. و به همین منظورم ما میبینیم که این اتوبوسی که یا در نشست این هشت اعضای گروه ائتلاف پهلوی که تو دانشگاه جورج تاون صورت گرفت که هدف این نشست به ریاست رضا پهلوی جا انداختن نوع حکومت فرعی جمهوری اسلامی در ایران بوده، خب اون اتوبوسی که رضا پهلوی با رادار قدرت‌های بزرگ امپریالیستی قرار هدایتش کنه و همه مرتجعین هم برای سوار شدن در این اتوبوس دعوت می‌کنه و مردم را با شعارهای دروغین دفاع از دموکراسی و آزادی و اتحادی که اگر با اینها اتحاد داشته باشن مردم برای اینها مورد قبولیه و اگر نباشه، ما می‌بینیم که در خارج از کشور این نیروهای طرفدار پهلوی چگونه با حتی تحمل شنیدن یک صدای اعتراض رو نداره و وحشیانه به نیروهایی که نمیخوان دوباره در راستای یک حکومت سلطنتی که جامعه ایران دوباره به یک شرایط دیکتاتوری کشیده بشه، میبینیم که چطوری وحشیانه حمله میکنن و حتی تحمل یک انتقاد از رضا پهلوی رو ندارن و یا اینکه بخوان در دوران رضا شاه یا رضا پهلوی یا پدر رضا پهلوی انتقاد بشه. و ما میدونیم که همه اینها این اتوبوسی که قرار مردم رو سوار کنه همانند اون کلید طلایی روحانی بود که ما میبینیم موقعیت اقتصادی مردم ایران رو به کجا بود. بنابراین ما زنان از با توجه به تجربه‌ای که داریم و از دیرباز معیار سنجشمون برای تفکیک انقلاب از ضد انقلاب برنامه عملی اونا جهت رهایی زنان هستش، برنامه ارتجاعی دار دسته 8 نفره رو که به سرکردگی رضا پهلوی که مدعی فمینیست بودنش به خاطر داشتن 3 دختر هستش یا ارتباطات دوستانه که با خانواده داره در واقع ادامه انقیاد زنان، البته این بار بدون روسریه، و اونها میتونن به سالن و کنفرانس ها و کاخ های بزرگ ترین ستمکاران و استثمارگران امپریالیستی جهان برن و با استفاده از رسانه های وابسته شونم برای رژیم چنج و رسیدن به قدرت هیاهو برپا کنن. اما این بار مردم آگاه و به ویژه زنان در ایران نخواهند گذاشت که انقلاب واقعی مردم رو به بیراهه ببرن و برای حفظ منافع خودشون و ارباباشون این بار دوباره مبارزات مردم و جوانها و عزیزانی رو که ما برای کسب آزادی مبارزه کردن جونشون رو فدا کردن دوباره این بار به تصرف بره توسط نیروهای اپورتونیست دیگر. خانم فروغ آزاد منش، در این شرایط چه تغییر و یا چه عاملی که محتمل ترین باشه از همه عوامل و تغییراتی که قابل تصور هست میتونه به بهبود وضعیت زنان افغانستان کمک بکنه؟ آیا این عامل داخلی است؟ آیا این عامل خارجی است؟ مثلا یه تغییر در سطح ایرانی انقلاب و فروپاشی رژیم ایران خواهد بود؟ به نظر شما چگونه، چه عاملی میتونه محتمل ترین باشه که به وضعیت زنان در افغانستان کمک بکنه؟ ما همیشه اشاره کردیم و بازم دوباره اینجا میخوام یادآوری کنم که هیچ عامل، هیچ
عامل بیرونی نمیتونه سرنوشت زنان افغانستان، سرنوشت هر مردم یک کشور و مخصوصا اگر ما دوباره فوکس کنیم سر افغانستان و زنان افغانستان، هیچ عامل بیرونی نمیتونه سرنوشت زنان را تغییر بده، چون ما تجارب خیلی زیاد داریم. پیشتر قبلا هم یاد کردم که ما تجارب امپریالیست شوروی را داریم، تجارب مجاهدین را داریم، تجارب طالبان را داریم و همچنان آخرین تجارب ما که در اونجا با شعار حقوق زن و حقوق بشر استعماری امپریالیست امریکا بود، در طول 21 سال با این شعار وقتی وارد افغانستان شد دیدیم که هیچ، یعنی مسئله حقوق بشر و حقوق زن فقط شعار بوده و اونا هیچ پابندی به این مسئله نبوده و دوباره چطور معامله کرد همین مسئله حقوق زن مخصوصا با طالبا. به این خاطر من شخصا و زنان مبارز افغانستان به این باورم که هیچ محتملی، هیچ چیزی بغیر از مبارزه مردم افغانستان و مبارزه زنان افغانستان نمیتونن شرایط بهتری برای زنان افغانستان رقم بدن یا حقوق زن و حق زنان افغانستان را دوباره زمینه مساعد شده تا زنان و مردم افغانستان به حقوق انسانیشان دست یابند. و هیچ چیزی بغیر از انقلاب، بغیر از مبارزه زنان شرایط بهتر برای زنان مساعد نمی کنه و نخواهد کرد. خانم فراز، گفتگو رو با شما شروع کردم، اجازه بدید با شما به پایان ببرم. خواست لغو حجاب اجباری همیشه گفته شده که فقط امر زنان نیست، امر کل جامعه است و فراتر از آزادی انتخاب لباسه، به کلیه آزادی های دیگه جامعه مربوطه. به نظر شما با توجه به محوری بودن این خواسته و محوری بودن زن در این مقطع از مبارزات زنان در ایران، نیاز کنونی جنبش زنان برای خیزش فردا، خیزش دیگه چیست؟ بسیار بسیار مهمی اشاره کردید. مسلماً مبارزات زنان و رهایی زنان تنها به حجاب اجباری محدود نبوده و نیست، ولی مسئله حجاب اجباری که همونطور که در صحبتم هم گفتم که پرچم سیاسی ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستش، گل ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی خواهد زد و مسلما خیلی ها این رو محدود میکنن که مسئله زنان و مبارزه زنان فقط برای حجاب اجباری و اگر این حجاب نباشه و روسری بر سر زنان نباشه، زنان به آزادی و رهایی کامل خودشون رو میرسونن. مسلما این مسئله واقعی نیست و باید به این اشاره بکنم که با صحبتم رو پایان کنم که مسلماً نقطه قوت مبارزات زنان جنبه رادیکال شدن اون و روحیه رزمندگی و اعتماد به نفسی که اونها بیشتر پیدا میکنن و همینطور مبارزاتی که بی امان واقعا زنان پیشرو افغانستان در مبارزات اخیرشون و به درستی علیه برقه و علیه حجاب اجباری و قوانین اسارتباری رو که دارن در اونجا و علیه زنان اعمال میکنن و حتی در افغانستان هم مسئله فقط محدود به برقه نمیشه، ولی مبارزه علیه برقه و آزادی حق آزادی حق پوشش یکی از خواسته های زنان هستش، ولی تمام خواسته ها نیست، چه در ایران و چه افغانستان. و مردم ایران و و به طور مشخص زنان ستم دیده در ایران و افغانستان و مسلماً این رو میدونن که هیچ کس بدون همبستگی، ایستادگی و مبارزات خودشون از شر این مزدوران امپریالیستی و نیروهای مرتجع مذهبی نمیتونه نجات بده و بنابراین رهایی زنان و مردم چه در افغانستان و چه در ایران با درهم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم اسلامی طالبان و با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به دست خود مردم مبارز و آگاه امکان پذیر هستش و راه رهایی بجز این نمیتونه باشه و مسلماً زنان که نیمی از جامعه رو تشکیل میدن از پتانسیل بالایی در ایستادگی و مبارزه برخوردارن و مسلماً شاهد هستیم که همواره در
صف اول مبارزه در مبارزات اقشار مختلف تحت ستم جسورانه ایستادن و این پتانسیل خشم و نفرت عظیمی که در زنان نهفته استش اگر با آگاهی انقلابی انجین نشه مسلماً نمیتونه سهم مهمی رو در مسیر ساختن جامعه عاری از هر گونه ستم جنسیتی و هر شکل از ستم و استثمار و به دست آوردن تمامی خواسته های که زنان طلب دارن و مطالبه میکنن مسلماً نه تنها محدود حجاب نیست بلکه تمام خواسته ها و حق مسلم زنان در چارچوب یک جامعه عاری از ستم و استثمار و عاری از ستم جنسیتی و طبقاتی است و مسلماً بزرگترین مشکلات و موانع زنان ایران و افغانستان در حال حاضر و در یک کلام تنها راه نجات و رهایی از این موقعیت اسفناک سرنگونی انقلابی کل نظام جمهوری اسلامی و طالبان هستش و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست مردم ایران راه رو برای سرنگونی طالبان هم هموارتر خواهد کرد و ما زنان ایران و افغانستان در مبارزه علیه رژیم‌های ارتجاعی همواره در کنار هم ایستاده ایم و خواهیم ایستاد و با ادامه مبارزاتمون نه تنها حجاب و برقه اجباری رو که همراه با این دوتا کل رژیم های زنستید جمهوری اسلامی و طالبان رو به زبالدان تاریخ خواهیم سپرد و این رو بگم و صحبتم رو تمام کنم که همانطور که میدونی در ایران امسال به طور مشخص میدونیم که برگزاری مراسم 8 مارس روز جهانی زن در ایران و افغانستان ممنوع بوده و نه تنها امسال که هر سال این زنان مبارزاتشون رو در روز جهانی زن با محدودیت ها و تحت فشار برگزار میکنن یا در جای مختلف ولی امسال فراخوان از سوی 52 تشکل و گروه مدافع حقوق زنان در ایران داده شده که برای تصرف تسخیر خیابون‌ها در سراسر کشور و اعلام تداوم مبارزه تا سرنگونی انقلابی رژیم زنستیز جمهوری اسلامی داده شده که امسال 8 مارس در ایران و سراسر دنیا رو تلاش می‌کنیم در روز مبارزات زنان که رو به یکی از پرشورترین و هدفمندترین روزهای مبارزاتمون بدل کنیم و در شرایطی که به پیشواز 8 مارس روز مبارزاتی زنان در سراسر جهان میریم بتونیم با اتکا بر دستاوردهای مبارزات شکوهمند زنان در خیزش ژینا در ایران و مبارزات شجاعانه زنان در افغانستان دامنه حمایت و همبستگی انترناسیونالیستی رو در کنار خواهران همسنگرمون گسترده تر کنیم و این گونه صفوف مبارزاتیمون رو برای ساختن آینده‌ای فارغ از هر گونه ستم جنسی و جنسیتی و طبقاتی رقم بزنیم. زنده باد مبارزات زنان افغانستان و ایران، زنده باد مبارزات زنان در سراسر جهان. ممنونم و تشکر میکنم از شما دوست و رفیق عزیز و مسئول رادیو صدای نو که انعکاس صدای مردم ایران و افغانستان و جهان هستید. ممنونم. خانم فریدا فراز و خانم فروغ آزادمنش، بار دیگر بسیار سپاسگزارم که دعوت صدای نو از سیدنی استرالیا را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین.